سلام و عرض ادب دارم خدمت شما عزیزان. مانی حاتمی هستم به همراه خانم لیلی. در یک برنامه دیگه در خدمت شما عزیزان هستیم. هدف ما از این برنامه این هستش که اطلاعات مفیدی که این روزها در اخبار گزارش میشه یک تیکه خبری چند دقیقه‌ای رو انتخاب کنیم، دوبله کنیم و در اختیار شما قرار بدیم و در مورد موضوع بدهی، کردیت و دوران قرنطینه بیشتر با هم دیگه گپ و گفت کنیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت شما دوستای عزیز توی خونه. امیدوارم یکی دیگه از روزهای بهاری رو به خیر و خوشی و سلامت پشت سر گذاشته باشین. با شرط خاصی روبرو هستیم. همه شما میدونین، ما هم میدونیم. برنامه‌های کوتاهی رو براتون آماده میکنیم تا اخبار و اطلاعات جدید رو در اختیارتون بذاریم و سوالایی که براتون به وجود میاد و بتونین با ما تماس بگیرین، از ما بپرسین و مشکلاتتون رو حل کنین. آیا موجودی تمام کردیت کارت های خود را مصرف کرده اید؟ آیا فقط در حال پرداخت مینیموم پیمنت هستید؟ آیا قادر به پرداخت بدهی های کردیت کارت و وام های خود نیستید؟ تا حالا فکر کردید که با پرداخت مینیموم پیمنت چند سال طول میکشه تا تمام بدهی های خودتون رو پرداخت کنید؟ دیگه نگران پرداخت بدهی های خود نباشید، چرا که راه حل پیش ماست. بله، زمانو از دست ندید و همین حالا با شماره تلفن 818 2 میلیون تماس بگیرید. مانی حاتمی و تیم زنیت همراه شماست تا بهترین راه را برای کاهش بدهی‌های مالی در اختیار شما قرار بدن. تا دیگه نیازی نباشه حتی به اعلام ورشکستگی و یا گرفتن وام‌های بیشتر فکر کنید. تجربه کمک به هزاران نفر در سراسر آمریکا به ما کمک میکنه که بهترین و جدیدترین روش‌های کاهش بدهی‌ها رو در اختیار شما قرار بدیم. شرکت زنیت اولین شرکت دارای بورس تخصصی مشاوره کردیت در جامعه ایرانی بوده و امکان مشاوره رایگان رو با زبان فارسی و انگلیسی برای شما فراهم می‌آورد. قبل از پرداخت قسط بعدی کردیت کارت‌های خود با ما تماس بگیرید. راه حل‌های بهتری در انتظار شماست تا مجبور به پرداخت هزاران دلار بهره بانکی نباشید. هرچه سریع‌تر با ما با شماره 818 2 میلیون تماس بگیرید و برای همیشه با بدهی‌های کردیت کارت‌های خود خداحافظی کنید. موضوع unemployment در سراسر آمریکا اصلاً اوضاع احوال خوبی رو نداره. بیش از 41 میلیون نفر آخرین گزارشی بوده که برای آنپلویمن اپلای کردن. بیش از 41 میلیون نفر. به طور کلی میشه گفت از هر 4 نفری که در این کشور کار میکنه یک نفر شغلش رو از دست داده و این ریت بسیار بسیار بالاییه. و به طور کلی آنپلویمن ظرف 30 سال گذشته در بالاترین حالت خودش قرار گرفته. هرچند داریم به اوضاع احوال سیاسی نزدیک میشیم، به دوران انتخابات نزدیک میشیم و معمولا اینجوری هستش که زمانی که انتخابات قرار بشه بعد اوضاع احوال اقتصادی بهتر و گل و بلبل تر بشه، به خاطر اینکه قرار در واقع رئیس جمهور ریاستش رو برای 4 سال دیگه تمدید بکنه. ولی متاسفانه اوضاع اصلا خوب نیست و بدتر اینکه آمریکا در کل جهان در وضعیت نابسامانتری در مورد کرونا به سر میبره، از این بابت که تعداد افرادی که در این کشور به واسطه ویروس کرونا فوت شدن به بیش از 100,000 نفر رسیده متاسفانه و آمار افرادی که در واقع به واسطه ویروس کرونا دچار مشکل شدن بیش از 1,700,000 رسیده. و در هر صورت این مشکل اقتصادی که به واسطه ویروس کرونا و حاشیه ویروس کرونا به وجود اومده به نظر میرسه که فعلا حالا مهمون در واقع اقتصاد آمریکا هست و این اتفاق حالا باش درگیر هستیم. و اما موضوع اینجاست که وقتی که در این اوضاع نابسامان یا شرط بد اقتصادی هستیم و یک رکود اقتصادی به وجود اومده چطور باید عمل بکنیم تا بتونیم از شر این اوضاع احوال خلاص بشیم. خب شما چه خبر خانم لیلی؟
خبرها که والا ما انتظار داشتیم همه چی زودتر به حالت عادی برگرده، ولی هنوز برنگشته و خب قاعدتا کمبود کار، پایین اومدن میزان درآمد باعث شده که روز به روز با مشکلات جدیدی مواجه بشیم. با یکی از دوستای عزیزم داشتم تلفنی صحبت میکردم که این خانواده بیزینسشون چارکینگ بود و خیلی ناراحت و نگران بودن از این موضوع که بعد از شرایط کرونا قدرت هندل کردن بدهی هایی رو نداشتن. یه سری هزینه ها برای تراکاشون انجام داده بودن و بعد از شیوع بیماری کرونا، کمبود کار، پایین اومدن درآمد، با مشکل بدهی کریدیت کارت ها روبرو شده بودن و با ما تماس گرفتن، از ما دنبال راه حل بودن که چطوری میشه در واقع دووم آورد و بتونن ادامه بدن بدون از دست دادن بیزینسشون. البته و این اتفاق از دست دادن بیزینس برای بسیاری از افراد خیلی سخت شده. قبل از همین برنامه یک تماس تلفنی داشتم با یک خانومی که میگفتش که من یک لیس 3 ساله دارم، یک بوتیکی ما داشتیم وارد یک پلازای بزرگی و تو این پلازا ما یک جای خیلی کوچیکی هم داشتیم و ماهیانه $3,000 پرداخت میکردیم بابتش، ولی خب اگریمنت هایی که وجود داره، این اگریمنت ها 3 ساله است و ما 1 سالش رو پرداخت کردیم، 2 سال از این اگریمنت رو هم در واقع لایبل هستیم که پرداخت کنیم. حالا به واسطه این ویروس کرونا درآمدمون از دست دادیم، دو سال دیگه باید پرداخت کنیم، اونم به مبلغ $3,000 و نمیدونیم بعد چی کار کنیم. اگر پیمنت هامون استاپ کنیم طبق اگریمنتی که داریم، اونا میتونن کل اون مبلغ 2 سال آینده رو اگینست ما جاجمنت بگیرن، ما خونمون از دست خواهیم داد. اگر پرداخت بکنیم امکان پذیر نیست، چون بزنس وجود نداره که بتونیم پرداخت بکنیم و در واقع دوچار مشکل شده بودن. ببینید، بسیاری از افرادی که با ما تماس میگیرن مشکل‌های متفاوتی دارن. لزوماً این بدهی‌هایی که در موردش صحبت می‌کنیم بدهی‌های مثلا کردیت کارت یا وام یا مواد از این قبیل نیست. مثلا در مورد این نزدیک در موردش صحبت کردم، در مورد یک اگریمنت در واقع مثلا بیزنسی بوده که داشته و دوچار مشکل شده. در مورد تمام این افراد ما میتونیم کمکتون بکنیم. موضوع اینجاست که بعد به ترتیبی عمل بکنیم که اول جاجمنت نشه. خیلی از مواقع با نگوشیت کردن میشه همه چی رو حل کرد. تمام مشکلات این دنیا با نگوشیت کردن داره حل میشه، با صحبت کردن حل میشه و واقعا میتونیم به ترتیبی عمل بکنیم که با یک گپ و گفت، با یک نگوشیت کردن، اوضاع احوال بعد شما رو بهشون نشون بدیم و ازشون بخوایم که در واقع کمک بکنن. اگر فردی یا شرکتی یا بانکی، یک مؤسسه مالی بدونه که شما نمیتونید پرداخت بکنید و توضیح بدیم که چرا نمیتونید پرداخت بکنید، خیلی بهتر میشه عمل کرد تا جواب تلفنشون رو ندیم، جواب نامشون رو ندیم، ایگنورشون بکنیم و بعد در نهایت اونا بدترین کاری که میتونن علیه ما انجام بدن. اینطور فکر نمیکنید؟ 100% اینطوری هست. و خب آیا تمی، یه مشکلی که وجود داره، خیلی از دوستای ما از این روند کار و از نحوه انجام کار باخبر نیستن. ما همیشه توی برنامه‌مون سعی کردیم اینو به شما بگیم، بیننده های عزیز، اگر با مشکلی مواجه هستین میتونین از ما بپرسین. با توجه به اینکه متخصصای ما همیشه از ساعت 9:30 صبح تا 7 بعد از ظهر توی آفیس هستن و کادر مجربی که با مدیریت جناب آقای مانی حاتمی توی شرکت زنیت داره فعالیت میکنه، میتونه به شما دقیق ترین اطلاعات روز و بهترین راهنمایی ها رو بکنه. پس اگر این مشکلات رو دارین و فکر میکنین که راه حلی براش نمیتونین پیدا بکنین، با ما تماس بگیرین، بذارین که در واقع کارشناسای ما شرایط فعلیتون رو آنالیز بکنن تا بتونن یه راه حل درست رو بهتون بدن. همونطوری که آقای حاتمی گفتن، مشکلات متفاوته و ما هم فرصت کافی معمولا پیدا نمی کنیم که توضیح بدیم. همینطور. پس میتونین با ما زنگ بزنین، از ما بپرسین و توضیح های ما رو هم بشنوین. شما تلفنمون هم خیلی ساده است. 818-2,000,000 یا 818-2-0. شما تلفنی که زیر تصویر میبینید. این بخش از برنامه رو ببینید. همراه شما از آن هستیم. خب چیزی که مشخصه، ما نمیتونیم این تعطیلی همگانی رو کامل یا برای همیشه ادامه بدیم. جیمز بولت نوشته که اگه این اتفاق بیفته، در ادامهش احتمال این که ما با مشکلات اقتصادی بیشتر و یا حتی رکود مواجه بشیم خیلی بالا میره.
و اگه این اتفاق بیفته حتی شرایط سلامتی هم خیلی بدتر خواهد شد. ممنون که با ما هستی. از نقطه دید شما فیلادلفیا، جایی که ما قبلا خبرهای خیلی خوبی راجع به بخش تولید میشنیدیم، آیا فکر میکنید بتونیم افزایش معنیداری در تولید و فعالیت اقتصادی بشنویم تا زمانی که مجبوریم سوشال دیستنس رو رعایت کنیم؟ ممنون که منو دعوت کردید. بررسی جدید از بخش تولید اخبار ناراحت کننده ای رو برای این اواخر به ما میده، اما شاخصهای فعالیتهای آینده اونقدرها هم بد نیست. به طور مثال یکی از بخش‌های ما اعلام کرده که درسته الان ما هیچ تولیدی نداریم، اما کسی سفارشش رو کنسل نکرده و فقط زمان دریافتشون رو عقب انداختن و این نشونه خوبیه. شاید توانایی بخش تولید نسبت به همه بخش‌های دیگه برای برگشتن خیلی بیشتر باشه، چون به نظر میاد نسبت به بخش خدمات راحت‌تر بتونه برگرده. وقتی که بازگشایی اتفاق بیفته، شما تعادل بین احساس مسئولیت محرک و اقتصاد رو کجا میبینید؟ برقراری این تعادل مربوط به دولت فدرال میشه یا اداره کار؟ خب ما خیلی سریع واکنش نشون دادیم و از ابزارهامون به خوبی برای ایجاد نقدینگی که لازم داریم برای راه اندازی اقتصاد استفاده کردیم. من این موضوع رو به عنوان محرک نمی‌بینم، بلکه کاهش دهنده مشکلاتی می‌بینم که از این بحران سلامتی وحشتناک ناشی شده و ما باهاش درگیریم. به محض اینکه ما این مشکل رو پشت سر گذاشتیم، متعهدیم که این نرخ رو برای مدت طولانی پایین نگه داریم تا زمانی که ببینیم که اقتصاد داره بهبود پیدا می‌کنه و بعد این نرخ رو افزایش بدیم و نه قبل از اون. پس بله، ما یه سری از تسهیلات رو گسترده تر خواهیم کرد و البته یه مقداری از تسهیلات رو هم که فعلا نیازی بهشون نیست رو کاهش میدیم. یه سری تسهیلات برقرار شدن و کمک کردن به روان شدن بخشهایی از بازار اقتصاد. به نظرتون کدومی که از همه مفیدتر بودن؟ خب یه سری از تسهیلات مثل استریت پروگرام که در آینده خواهد اومد رو داریم، اما بعداً در موردش توضیح میدم. اما من فکر میکنم همشون تاثیرگذار بودن. ما شاهدیم که عملکرد بازار داره شروع میکنه به بهبود یافتن و البته آخرین تسهیلاتمون که مربوط به شهرداریا بوده خیلی خوب بودن، چون ایالت‌ها و شهرداریا واقعاً مشکل داشتن. برنامه اصلی که در حال اجراست خیلی وابسته به واکنش فدرال به PPP هست که باعث میشه همه چیز با هم بهبود پیدا کنه. به نظر شما کدوم بخش برنامه اصلی مهمتره؟ به نظر من مهمترین بخشی از برنامه اصلی که داره اجرا میشه بخشیه که مربوط به شرکت‌های میانه است که در شکاف بین کمک PPP و شرکت‌های بزرگ اقتصادی هستند. این شرکت‌ها برای اقتصاد ما خیلی مهم هستند. حرکت بعدی ما هم شروع شده و به نظر من به عنوان رئیس سابق دانشگاه خیلی هم مهمه. بخش درمان و آموزش هم درگیر مشکلاتن. دانشگاه‌های سراسر کشور و بخش درمان، این دو بخشی هستن که ما در حال مذاکره هستیم تا ببینیم چه کاری میتونیم بکنیم برای کمک بهشون. آخرین موضوع، خزانه‌داری آمریکا تصمیم داره 3 میلیارد دلار اوراق قرضه بفروشه. به نظرتون ما در جایگاهی هستیم که سرمایه‌گذارهای داخلی یا بین‌المللی برای خرید این مقدار اوراق قرضه پیدا کنیم؟ نه، من اصلا فکر نمی‌کنم باشیم. شاید در آینده که این بحران رو پشت سر گذاشتیم و چشم‌انداز برامون روشن‌تر باشه بتونیم کاری برای اقتصاد کنیم. سلام، مانی آتمی هستم. ویروس کرونا در آمریکا و کانادا فاجعه‌آمیز بوده. نه به لحاظ مصری بودن این بیماری، بلکه به لحاظ اقتصادی. در آمریکا ظرف 2 هفته بیش از 10 میلیون نفر شغلشون از دست دادن. بیش از 6 میلیون نفر تقاضای حقوق بیکاری کردن و خبر بدتر این که این فاجعه هنوزم ادامه داره. نمیخوام نگرانتون کنم، فقط این که باید شرایط رو تحت کنترل خودتون نگه دارید. این قسمت از صحبت‌هامو خیلی خوب دقت کنید. اگر بدهی‌های کرید کارتاتون رو نمیتونید پرداخت بکنید و حتی برای پرداخت مینیمم پیمنت‌های خودتون هم مشکل دارین، بهتره سریع‌تر اقدام بکنید، چرا که بانک‌ها شرایط ویژه‌ای رو برای افراد بدهکار در نظر گرفتن. کافیه گوشی تلفن رو بردارید، با ما تماس بگیرید. کمکتون می‌کنیم برای همیشه از شر بدهی‌های کرید کارتاتون خلاص بشید. 818 2 میلیون 818 2 بقیه 3. دوستان عزیز، همراه شما هستیم. مانی حاتمی هم به همراه خانم لیلی در یک برنامه دیگه
در خدمت شما عزیزان هستیم. خب یه موضوع رو خیلی می‌خواستم در موردش صحبت کنم تو این برنامه. گفته میشه که از زمانی که صبح از خواب بلند میشید تا موقعی که میخوابید، یکی از کارهایی که بسیار بسیار انجام میدید بدون اینکه خودتون متوجه بشید، نگوشیت کردنه. میگن نگوشیت کردن، حتی مثلا شما زمانی که از خیابون میخواین رد بشین، اینکه این ور نگاه میکنید اون ور نگاه میکنید و بعد در نهایت اوضاع احوال رو بررسی میکنید و بعد از اون خیابون رد میشید، به ترتیبی این یک نوع نگوشیت کردنه. در واقع شما دارید با بررسی کردن اوضاع احوالتون یک مسیر رو طی میکنید که اون مسیر میتونه برای یک فرد دیگه متفاوت باشه. از خریدن یک کافی، از صحبت کردنتون با دخترتون، پسرتون، همسرتون، همکارتون و حتی مشتریان و دوستانتون، تمام اینا به ترتیبی میشه گفت کلمه نگوشیت کردن رو براش به کار برد. افرادی که در بیزنسشون موفق ترن یا افرادی که در تجارتشون موفق ترن، یکی از عوامل موفقیتشون موفقیت در زمینه نگوشیت کردنه. حتی سیاستمدارهایی که موفق تر هستن، دلیل موفقیتشونه که بهتر میتونن یک چاره پیدا کنن که با صحبت کردن مشکلات حل بکنن، و سیاستمدارهایی که خوب نمیتونن این کار انجام بدن، متوسل میشن به جنگ و توپ و تانک و در نهایتی که دنیا به هم میریزه. موضوع اینجاست که تمام اینا که کنار بگذاریم، در مورد مسائل بسیار بسیار مهم زندگیتون، مثل بدهی‌های مالیتون، مثل بهره‌های بانکیتون، مثل بدهی‌های کریدیت کارتاتون هم میشه نگوشیت کرد. و تخصص ما نگوشیت کردن بدهی‌ها هست. زمانی که در مورد نگوشیت کردن صحبت می‌کنیم، منظورمون اینجاست که همونطور که شما دچار مشکل هستید در به خاطر عدم تواناییتون در پرداخت کردن بدهیاتون، از همون طرف هم بانک نگرانه که عدم توانایی شما باعث ضرر و زیان بانک بشه. پس در نهایت یک نگوشیت خوب میشه شرایط رو به وجود آورد که تمام منافع شما رو در نظر بگیریم. منفعت شما یعنی کم شدن بهره بانکیتون، یعنی کم شدن پولی که قراره به بانک پرداخت کنی، و در نهایت تموم شدن این اوضاع بدی که امروز وجود داره. ما میتونیم کمکتون بکنیم که بدهی ها رو به ترتیبی با نگوشیت کردن کمترش بکنید و سریعتر از شرش خلاص بشید. به خاطر همین هستش که در مورد موضوع نگوشیت کردن بدهی مالی خیلی زیاد در این برنامه صحبت میکنیم. خب پس بهتره به نظر میرسه به جای اینکه از فرار بکنیم و صورت مسئله رو پاک بکنیم، بیایم دنبال این باشیم که بهترین راه حل رو انتخاب بکنیم. چرا؟ چون راه حل همیشه وجود داره. فقط کافیه که شما دوست عزیز بخواید تلفن بردارین، با ما تماس بگیرین، از ما بپرسین، راه‌های مختلف رو بررسی بکنین و با توجه به شرایطی که توش قرار گرفتین بهترین رو انتخاب بکنین. نگوشیشن در واقع یک ارتباط دو طرف است بین کادر ما و بانک ها، که با توجه به اکسپریانس چندین و چند ساله و شناخت بانک ها از حضور شرکت ما، میتونه به نحو احسن و به نفع شما انجام بشه. در واقع با ما یه اپورتونیتی داریم که میتونیم از طریق شناختمون با بانک ها بتونیم راه حل های بهتری رو بهتون پیشنهاد بدیم. و پیشنهادی که داریم این هست که با خودتون نجنگین، بهتر دنبال راه حل باشین و نگوشییت بکنین. تمام تلاشمون اینه که در همون تماس تلفنی اولیه که با عزیزانی که با ما تماس میگیرن داریم، بتونیم در یک بازه زمانی کوتاه، در ظرف مدت زمان نیم ساعت، تمام اطلاعاتی که به دردتون میخوره رو بهتون بدیم. خیلی از افرادم تصمیم میگیرن بعد از این مشاوره که با ما دارن خودشون کارشون رو انجام بدن. اون هم بسیار فکر خوبیه. ولی موضوع اینجاست که یک گپ و گفتی داشته باشی و شاید بتونیم با همین مشاوره رایگان بسیاری از مشکلات رو حل بکنیم، یا حداقل بدونیم که اوضاع احوالمون چیه، راه حلامون چیه، و بعد بتونیم بهتر و راحت‌تر تصمیم بگیریم. شماره تلفن ما 818 میلیون، اسم من مانی حاتمی، خانم لیلیت و تیم زنیت، تیمی که خیلی راحت میتونه با شما در ارتباط باشه از ساعت 9 صبح تا 7 شب، چه در آمریکا هستین و چه در کانادا. روز بسیار خوبی رو بر شما عزیزان آرزو میکنم. روز خوش. خدا نگهدار. آیا بد کردیت هستید؟
سودهای بانکی امان شما را بریده است. پایین بودن کردیت اسکور می تواند مشکل اصلی شما باشد. مانی حاتمی از اولین کارشناسان متخصص ایرانی در انجمن تخصصی مشاوران آمریکا راهگشای مشکلات کردیتی شما. برای افزایش کردیت اسکور اولین گام حذف اکانت های منفی و نادرست از کردیت است و این تخصص ماست. تیم مانی حاتمی به دلیل ارتباط مستقیم با کردیت بیروها و کردیتورها قادر به حذف قانونی اکانت های منفی کردیت شما هستند تا با افزایش کردیت بتوانید به هر آنچه نیاز دارید دست پیدا کنید. ماشین جدید، یک خانه جدید و حتی یک شغل جدید. همین حالا برای حل مشکلات کردیتی با متخصصین فارسی زبان شرکت زنیت با شماره تلفن 818-2000 تماس بگیرید تا با مشاوره رایگان بهترین راه حل ها برای افزایش کردیت اسکور و کاهش بدهی های مالی در اختیار شما گذاشته شود. من مانی حاتمی به همراه تیمم به شما کمک میکنیم که مشکلات کردیتی رو حل بکنیم. تجربه حل و فصل مشکلات هزاران نفر در سراسر ایالات متحده، حل مشکلات کردیتی مانند اکانت های چارجا، دیر پرداخت ها و کالکشن ها همراه با دقت و سرعت دلیل اولین بودن من در جامعه ایرانی است. زمان را از دست ندهید. همین حالا برای حل مشکلات کردیتی خود با ما با شماره تلفن آسان 818-2000 تماس بگیرید. کردیت تلی از راه قانون 818-2000.